چی باشه؟ کرونیک برونشایتیس، امفیزما، مراحل آخر اخیر اسما، چون هوا زیاد است، ما قبرهای زیادتر را ببینیم. دیگه وقتی که هوا زیاد شود، مثلا اینی استرنوم است، در ایک سره این استرنوم است، یا قبرهای که آمده به استرنوم موصل شده. باز چون هوا زیاد است، این قبرها را یکی از دیگه دور میسازه، فاصله کمی زیاد میشه بینشان. باز میگن که این فاصله بین ربا کمی زیاد شده، ما نامیده که ریه ها هایپر انفلیتد است، زیاد پر شده. هوا زیاد پر شده، هایپر انفلیتد است. و دراز کنون میشه، طولانی کنون میشه. خب اینا را لفاف میکنیم و میریم سر ادویه مستمره دست ما. این اون وقتی خوب است ما را تداعی کنم میتونیم که این ساده که پاتولوژی شکلو بامه یکی از درس هایی که دست این پاتولوژی که نم شروع میشه یک بخش چی ما نیوپلاژیای ما خلاص هست و یک چند چیز دیگر هم بکنم بازدر یک شروع ساعت مضمون دیگر میگیم روز بعدی ما پاتولوژی سیستمی را شروع میکنیم از پاتولوژی رگای خون شروع میشه و یکی از چپترهایی که میخونیم پاتولوژی ریه هاست نمیفهم که چیتون شامل است یا نه. خب سکم یک پاتولوژی استما را میخوانیم از خون چه قسم یک مریضی است. یک تیوری است به نام هایجین تیوری. سکنم در کشورهای جهان سوم یک تعداد امراض زیاد است که در کشورهای جهان اول نیست و در کشورهای جهان اول یک تعداد امراض زیاد است که در کشورهای جهان سوم نیست. مثلا یک تعداد امراض در جهان اول به خاطر نظافت زیاد پیدا شده و در جهان سوم یک تعداد دیگر از امراض به خاطر عدم بله ما به خاطر مردم دسترسی به آب صحی اینا نداره. در برونشیال استما یک تئوری است به نام برونشیال استما به نام هایجین تئوری یا تئوری نظافتی. دو تا نفر مثال میتیم یک این یک نفر است در جهان سوم اینجا هر قسم میکروبا پیدا میشه چهار طرفش یک دو یک طرفش بکتریا هست یک طرفش دو دانه هسته داره و جاردیا لنبیا هست یک طرف دیگه شما مثلا یک ویروس هست ویروس ها اشکال چی می داشته باشه؟ هندسی می داشته باشه؟ دیگه هم بکتریای دیگه است دوم داره شاخت داره شاخت خب این یک کسی در جهان اول زندگی میکنه جهان سوم محیط مکمل استرایل ساختن یعنی پیش از پیش واکسین میکنن که مریض نشه و چیزهای مختلف تئوری‌های مختلف نظافتی را خود حکومت ها مجبور است که چی کنن؟ رعایت بکنن به این خاطر یا جهان سیمز؟ بایی ببخشه چقدر خوش شده بودی این وزنشو هم زیاد بودی سعی کنم سیستم دفاعی ما چه قسم است خب؟ سیستم دفاعی ما فرض کنیم که اینی یک مکروفیج است این جزء این نمایندگی میتونه است سیستم دفاعی ما هر قدر کتل میکروبای زیاد مواجه شود چیکار میکنه؟ به مو اندازه انتیبادی زیاد تولید میکنه تا اگر این میکروب بار دو بومد دیر از بین ببره مثلا یک نفر در خورترکی چی چک میکشه؟ یا سرخکان تا آخر عمر دیگه نمیگیریش یا واکسین میشه تا آخر عمر دیگه نمیگیریش صحیح؟ بعضی در بدن ما شما در مقابل بعضی از میکروبا تا آخر عمر چی داره؟ معافیت داره در مقابل بعضیش چند ما معافیت داره مثلا در مقابل ریزش چون زیاد زود خود تغییر میتره سه ماست او هم در صورت که این استرین باشه خب هر قدری که زیاد میایه یه مقدر زیاد
همی بدن سیستم معافیت سلاس میشه که انتی بادی تولید کنه. و اکثرا انتی بادی از این وصفی است، یعنی مشخص به ضد اونمو است. انتی بادی. حالا که کدام وقتی تو شود؟ کدام وقتی تو شود که مثلا یک دلیلی که میگن در افغانستان چی کرونا بسیار وخیم سر نکدی بود که مردم افغانستان در خورترکی امراض ویروسی را زیاد تر کردن و در مقابل هر کدام از او از قبل انتیبادی ساخته. صحیح؟ حالا ویروس کرونا ویروس است ای که آمده و انتیبادی را که از قبل به مقابل دیگر ویروس ها ساخته کمکش کرده که چی؟ بزید از این راحت معافیت بسازه یا ای که حداقل اونم انتیبادی ها کمکش بکنه که از بین ببرن. یک تیوری درباره این مردم ای است. خب اما یا چه رقم است؟ کتیج کتیج میکروب بدنش مواجه نشده. حالا یک میکروب یکان دفعه تو میشه یک بکتریا عادی نه یک بکتریا عادی چون هیچ وقت ندیده وار خطا میشه ایران میمونه که چیکار کنم. اصلا یک اکسون عمل نشان میده که بزرش تمام میشه. اصلا این تو یک مریضی از چسم است. این مریضی کسی که در جهان اول زندگی میکنه و زیاد نظافت مراعات کرده. تو نمیگم که یک نفر هیچ کس نظافت مراعات نکنه. اصلا نیزیه خاطر که من شما امر شده نیبه که نظافت مراعات بکنیم. خب سعی کنیم چه قسم میشه وقتی که یک ذره یک گرد خاک یا یک چیز نو مثلا ذرات عطر، ذرات گل، ذرات زغال، بکتریا چی؟ بکتریا موادی که شستشو کننده است. گوش کنیم. به مجرد که یکی از این ذرات بار اول در مجرای تنفسی از این میره چون هیچ وقت ندیده نه میکروب دیده نه سیستم دفاعیش خوب رشد کرده فکر میکنه که اینه میره که هیچ وقت ندیدیم حتما اجنبیز چی میکنه؟ میگیره روان میکنه میتونه به هلپر تیسل های خود هلپر تیسل هلپر تیسل دوالات رادی چه قسم اکسلامان شانده؟ دالا تا دی یک جسم اجنبی میگه سیستم دفاعی ما به هلپر تیسل نشان میده هلپر تیسل را میبینه که چی است مطابق به اول لیمفوسایت ها خبر میکنه که بیا انتی بادی بسوز از بینش ببر. اما کسایی که ده هایجین تیوری کسایی که هیچ وقت به سیستم معافیتشان میکروب ندیده و چی میشه همین هلپر تیسل که خبر میشه و وارخطا میره هر کس بیش از اندازه خبر میکنه مثلا بی لیمفوسایت ها خبر میکنه بی لیمفوسایت ها که شما مقدار زیاد از IgE تولید کنید و این IgE ذخیره ببان که اگر بار دیگه آمد اینمی میکروب هستی را از وین ببریم یا هرچی بکنیم این هم میگیره همی IgE های خود تولید میکنه در سطح مستل پر میسازه این منطقه را از مستل پر میسازه هر جای پر میکنه مستل از اون جایی که میکروب آمده بود مستل و در سطح این مستلا IgE انتیبادی به شکل دفاع اینجا میکشد یعنی عکس‌العمل شدید نشان میده از بدن یک شخص نرمال این تو یک عکس‌العمل متوقع نداریم یک میکروب است خب بیا و از بین ببرش نه اینکه خطر عکس‌العمل شدید نشان میده بار اول اینو که کار کرد بار اول میکروب آمد انتیجن پرزنتینگ سلز رو برد به هلپر تیسل نشان داد هلپر تیسل کل حجرات خبر کرد یکی از کارهایش هست که میره ایزونوفیل ها رو از داخل دوران خون خبر میکنه ایزونوفیل ها ایزونوفیل ها ایزونوفیل ها رو خبر میکنه در این ساحه ایزونوفیل زیاد میایه و از طرف دیگه بی لیمفوسایت هاش مقدار زیاد ایمیونوگلوبولین ای رو میسازه در سطح مستلا ذخیره میکنه آماده است که بار دوم بیای عکس‌العمل نشان بده بار دوم که همین ذرات گرد خاک یا میه عکس‌العمل شدید از خود نشان میده مثل آدم های نادیده آوری مستل هر چی که در بینش هست کلش هم که یک دفعه افراز میکنه خب یکی از چیزهایی که در بین مستل است هستامین است هستامین که افراز شده ای برانکس است برانکس آجل تنگ میسازه برانکوس فزم میتن
از طرف دیگه رگای خونی که در این ساحه هست، رگای خونی یعنی فرض کنید یک رگ خون است، برعکس رگ خون دایلیت میسازه، رگ خون دایلیت میسازه. خب رگ خون که دایلیت شود از داخلش افرازات میاد، سعی کنیم در داخل برانکسی که تنگ شده افرازات اضافی ها میاد، افرازات میاد، حجرات میاد، حجرات سفید خون میاد. از طرف دیگه هم پر شده این ساحه از ایزینوفیل، یک جایی که حجرات دفاعی باشه اونجا چی هست؟ هر جایی که حجرات التهابی بیه یعنی اونجا اون ساحه التهاب است. حجرات التهابی که میه باز اونجا علو پخش نمیکنم، حتمی تخریبات خود میکنم. ایزینوفیل ها پر است اینجا میاد. به خاطر چی آمده ایزینوفیل ها؟ که اون جسم اجنبی رو بکشه. اون جسم اجنبی چی است؟ ذرات عطر چی است؟ یک ذره گرد زغال چی از بوی یک چیزه یا گرد گل است، حالت عادی که آدم های عادی رو چی نمیکنه، حساسیت نمیکنه در مقابل از اون بیزون فیلای خود رو آورد میکنه، افرازات زیاد میشه از داخل از این مایه میه این جگه که پر میسازه و مایه در اونجا خشک میشه، تنگش میسازه، مفاد زیاد تولید میشه. خب خیلی این جگه که التهاب به وجود میاره دیگه، از فضل به وجود میاره، هم در ساحه التهاب وجود آورده هم سپزم، و این سبب میشه که هوا وقتی که میخواه بیایه خب به زور یک کمک میره پس در آمده مشکل است، خاطر پس در آمده زور وجود نداره. از طرف دیگه به صورت فیزیولوژی هم ما شما که نفس میکشیم برانکس ها کمی دایلیت میشه، نفس که میگیریم پس نفس میکشیم کنستریکت میشه، نرمال همین کار میشه. بخواه عدفشان چی است؟ وقتی که هوا آمد اموجه زود نبراید برد ببانه که تبادله شود. این می اینا در یک کسی که برانکسش تنگ شده کمی دیگه هم جذاب شده زیاد میکنه، هوا میره پس نمیبره و بزرگ که برایه میشه ویزنگ میده. یک فرق اسما باز که دیگه مریضیایی است که اسما هر وقت که این می الرژن یا ماده حساسیت زاده بدن زیبیایه امی اتفاقات میفته، سی او پی دی و کرونیک برانشایت دامدار چه میداشته باشه. خیلی اسما را فکر میکنن که دلیلش چی باشه؟ یعنی هایجین تیوری یا تیوری نظافتی باشه، چون اکثرا دیده شده که دینی به این کشورهایی که زیاد پالیسی های نظافتی استفاده کردن بیش از اندازه به اینا زیاد چی شده؟ چون نرمالی بدن ما شما پر باید باشه، این امی فلورای نرمال بدن ما رو طرف بکنن ما زنده نمیمانه، یعنی یک مقدار بکتریا به صورت نرمال در داخل بدن ما باید باشه، وظیفه ای کنه، یعنی خود محیط بدن ما استرایل نیست چی برسه ما برزو یک محیط استرایل دیگه بسازیم. خب به هر حال چی شد؟ دو تا مشکل پیدا شده که اینجا فهمیدیم. یکی خو الرژن یک ماده حساسیت زا است میایه، تداوی که میخواییم بکنیم اول باید پیدا بکنیم که چی حساسیت داره و برش بگوییم که از اینی خودم نگاه کنیم. این تداوی اولش روشه چی؟ زندگی شباید کم تغییر بده، ماست بزنه در مفصل از سال اگر کت کدام بکتریا حساسیتش بوده واکسین شباید بزده از اون و در جایی که و از گرد و خاک و اینا خودم نگاه کنن روش هم زندگی خود تغییر بده. دیگه چی هست؟ دیگه در این ساحه برونکس ها کنستریکت شده، تنگ شده، برونکو کنستریکشن. خب ما دایلیتش بکنیم، برونکو دایلیشن انجام بدیم. دیگه در این ساحه چی وجود داره؟ ها وجود داره، انتی انفلمیتوری یا انتی انفلمیتوری برش بدیم، انتی انفلمیتوری درکس بدیم. این سه جزء تداوی چی است؟ اسماس که ناده می دانه دانه دوایش می خواهد. و دیگه این نقش مسئله مستسل هم باید یاد ما باشه، هستامین و مستسل که سر دوم دست میزنیم، این مستسل ها را پوش میکنیم که افرازات خود بیرون نندازد، صحیح؟ مستسل ها را پوش میکنیم که افرازات خود بیرون نندازد و انتی استامینیک هم بازده اینجا کمی نقش پیدا میکنه. مثلا مونتیلوکاست همیشه که تلیر و سیتریزین شما میبینید کمباین میتن، سیتریزین یک انتی استامینیک هست چون به ایجادش مثلا نقش داره. خب حاله یکی هستامین هم نامشه تا بال شنیدیم، لوکوتراین هم شنیدیم، پروستاگلاندین ها رو قبلا خامده بودیم، اینا دوایش هم میخواد. سه
صرف اول دوایی که برای استما سی او پی دی امفیزما کرونیک برونشایتیس میتیم برونکو دایلیتر است. برونکو دایلیتر است. میکانیزم کار کل برونکو دایلیتر ها چی است؟ ای است که برونکس ها همونطور که دیوار رگاسی طبقه داره ایان طبقه داخلی داره، طبقه داخلیش منسیلیا داره، طبقه وسطی طبقه عضلی داره و طبقه خارجی داره و اکثرا طبقه خارجی یک پشت است کدام از اینکه غیر از محافظت اینا نمی داشته باشه ما زیاد طبقه وسط داخلی و طبقه عضلی شه کار می داشته باشه. اکثر دوایی که برانکس ها را دایلیت میکنن سموت مسئله هایی که در برانکس ها اگر تقلص کنه تنگ میشه استرخا بکنه کلان میشه برانکس ها خیلی تقلص که بکنن تنگ استرخا که بکنن کلان ما استرخا میتیم میشه. یعنی کل دواهایی که برانکس ها دایلیت میکنه چی میکنن؟ وظیفهشان ای است که یعنی سموت مسئله را ریلکس کنن سموت مسلز ریلکسیشن بدن هر صنفی از دوایی که از بالاخره همیشه کار باید انجام بدن بر میکانیزمی که باشه یکیش سیکلیک امپیر داخلش بالا میبره دیگهش نایتریک اکساید داخلش بلند میبره خب با ما مهم نیست هر چی که بکنن خب بالاخره ریلکس میذاره از حالا که ریلکس شد تونش کم میشه تونش که کم شد میره برونکس ها را کمی دایلیت میذاره و وقتی دایلیت شد هوا خوب از اینجا عبور میکنن و در شخص میرم تبادلی گازاتون خوب میشه و مریض راحت میشه. یک چیز یاد دار باشه خود در مراحل پیشرفته اسما و سی او پی دی و امی اسما و کرونیک برونشایت سیستم ها غیر قابل برگشت است. یعنی دوایی که ما میتیم اکثرش فقط چی است؟ عرضی تداوی میکنه صحیح؟ عرضی تداوی میکنه در مراحل پیشرفته خود باز هم یک کسی که کرونیک برونشایت داره برونکس از او غیر قابل برگشت کنستریکت شده دارید برونکو دارید در بیتی راحت است نتی پس سر نفس تنگ میشه به خاطر یعنی با دی چیزا یعنی برنامه اسکرینینگ که دیگه کشور است که بسیار خوب است کل مردم یک ریکارد تیبلی داره هر چند ماه بعد میرن ماینه میشه مثلا ارزیابی وظیفه و ایشوش هایشان میشه قلبشان میشه پیفتی میشه نیکو میشه و هر کپای دیگه و بسیار خوب است خاطر اکثرا اینجا که ما پیفتی و یا هر ماینه که برای مریضا میتیم در مراحل اخیر سی او پی دی است که یا غیر قابل برگشت دابی شده تنها عرضی تا که دوا به دایلیت است که دوا نتی دوباره پس کنستریکت است. خب برانکو دایلیتر ها چی است؟ در مجرای تنفسی چند کار میتونیم تنبه سیستم سمپاتیک در صورتی که آخذه بیتربی تنبه شود اگر یاد تان باشه گفته بودیم کل آخذه هایی که یک بود چی بود آخذه هایی؟ یک تنبه کننده بود دو نهی کننده بود یعنی اگر الفا یک امی سموت مثلا تنبه میکرد و تنگ میساختش بوده اگر بیتا دو میکانیزمش باز چی هست؟ فرق میکنه خود نبودیم یادتان هست که خیلی هر دوایی که سیستم سمپاتیک آخذای بیتا دویش تنبه کنه این سبب میشه که برونکس ها دایلیت شود این برونکسی که کنستریکت شده یا تنگ شده هر دوایی که آخذه بی تا دوره و سیستم سموت مسئله که در این ساحه هست تنبیه بکنه سبب میشه که این ساحه برونکس ها چشه و دایلیت شود دیگر یا تانوم هست که گفته بودیم سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک در هر جای تاثیرات چی دارن؟ متضاد دارن خیلی اگر سیستم سمپاتیک تو تنبیه کنی و برونکس دایلیت کنه پاراسمپاتیک چی کنی؟ نای سیستم پاراسمپاتیک سیستم پاراسمپاتیک که نای بکنی چی کار میکنه؟ آخذهایی که اینجا هست موسکرینی که هست نمیدونم کدام نوه امش هست هایی هرچی که بوشن هایی هست دو کار در اینجا سیستم پاراسمپاتیک تنبیه اگه شود در هر جای خونده بودیم افرازات چی میکنن؟ زیاد میکنن سیستم پاراسمپاتیک افزایش افرازات بود خب یه افزایش نگیم که بازی شما غلط میکنیم در اینجا یعنی اگر سیستم پاراسمپاتیک نایی بکنیم یکی برانکس ها را دایلیت میسازه یک تاثیر دیگر افرازات کم میکنه دو تاثیر
دیگریز هر دوش به فایده ما میشه. دو تا سی داره. یکی سیستم سیمپاتیک تنبیه کنیم بیتا دویشه و پارا سیمپاتیک نایم